کن آکسیلری بعدی که میخوام در داشت صحبت کنیم آکسیلری کن هست که یه جور مفهوم توانستن رو تو خودش داره و فرق نمیکنه در واقع تو مدل مثبت منفی و سوالی تو چهار مقوله میشه ازش استفاده کرد First request برای مثال شما مثلا میخوام یه نفر بگین که میتونی در ببندی این در واقع یه جو ریکوسته یه جور خواهشه درخواسته Number two prohibition ممنوعیت یا مثلا یه کاری ممنوعه یه کاری مجاز نیستن انجام بدن میخوام به طرف بگین نمیتونی اینجا سیگار بکشی نمبر 3 ability مثلا شما میخوایم بگین خیلی میتونه قشنگ آواز بخونه و نمبر 4 permission در واقع اجازه دادن برای انجام کاری برای مثال یا اجازه گرفتن فرق نمیکنه برای مثال شما میخوام بگین که میتونم گوشیتون رو داشته باشم در واقع دارید یه جور اجازه میگیرید برای همین ما از کن تو چهار مقوله استفاده میکنیم حالا چه مثبت چه منفی چه سوالی نمبر 1 ریکوست نمبر 2 پروهیبیشن نمبر 3 ابیلیتی نمبر 4 پرمیشن خب میریم سراغ ساختارش که خیلی راحته مثل همیشه سابجکت اکسیلری ورب و ادامهش آبجکت اکسترا اینفورمیشن خب سابجکت که مشخص آکسیلری که کن هستش و فعل و ادامش میتونه باشه بعضی وقتا میتونه نباشه فور اکزامپل آی can دنس یو کن سپیک انگلیش مثلا اینجا انگلیش آبجکته شی کن کوک وری ول آبجکت نداره اما اکسترا اینفورمیشن به عنوان ادورب داره very well. We can work full time. اینجا هم همینطور. پس ببینید subject سر جاشه, auxiliary سر جاشه, بعد فعل و بعد object extra information. I can dance. یعنی من میتونم برخسم. خب این یه جور توانایی ability. You can speak English. اینجا باز در واقع توانایی تو میتونی انگلیسی صحبت کنی. She can cook very well. اون خانوم خیلی خوب میتونه آشپزی کنه خیلی عالی میتونه آشپزی کنه اینجا باز ابیلیتیه We can work full time. اینجا باز ابیلیتیه ما میتونیم فول time یا تمام وقت کار کنیم So for the negative form, as usual, we put not after can as an auxiliary. For example, subject, auxiliary, not, verb, object, extra information. پس در واقع فرمول همون فرمول همیشه گیه Subject, فایلتونه. بعد auxiliary can, not که میخوای منفی کنین بعدش. فعلی که دارید base form چون در کنار auxiliary هست و ادامش که کاملا optionalه. Object, extra information. For example, I cannot dance. You cannot speak English. She cannot cook very well. We cannot work full time. یه نکته خیلی مهمی که هست contraction و مدل خلاصه ی, cannot همون can't میشه. اما بریتیش ها نمیگن can't میگن can't. برای همین یادتون باشه. I can't dance or I can't dance. و نهایتاً مدل سوالی یا همون question form که طبقه معمول جای subject و جای auxiliary با همدیگه دیگه جا به جا میشه. و اینجوری شما مدل سوالی رو میتونید بسازید. پس میشه auxiliary, subject, verb و ادامه سوالیتون. Can I come with you? Can you speak Persian? Can she dance salsa? Can they come tomorrow? Can you make it ready? خب حالا یه سری جمله مثبت منفی و سوالی رو تو این چهار مدلی که میتونیم کن استفاده کنیم و با هم مرور کنیم. For example, request. درخواست. Can you open the window, please? Can you help me, please? Can you make lunch ready? دقیقا نگاه کنید تو هر ستاش مفهوم درخواست و خواهش هست. Permission یا همون اجازه. Can I use your pen? Can I park here? Can we sit here? این ستا هم باز دقیقا یه جور اجازه گرفتن هست. Ability I can speak English fluently. She can sing beautifully. We can work together effectively. She can do her homework in five minutes. And prohibition. ممنوعیت انجام کاری. You can't speak loudly here. You can't smoke in here. You can't get the job without jab. Jab در واقع یعنی vaccination. یعنی شما نمیتونید شغلی به دست بیارید بدون vaccination. You can't travel without negative PCR test. پس ببینید این can یا cannot در واقع تو مدل های مختلف استفاده میشه. بعضی جاها ریکوست بعضی جاها پرمیشن بعضی جاها نشان دهنده ابیلیتی و توانایی و بعضی جاها ممنوعیت کاری Please subscribe the channel if you want to see other videos. Push the bell button to get the notification for the new videos. And like it if you learned anything new. اگه میخواین ویدیوهای دیگر رو ببینید و پیج رو گم نکنید حتما سابسکرایب کنید برای دریافت نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید و اگر این ویدیو برای یادگیریتون مفید بود ممنون میشم لایک رو فراموش نکنید. Thanks a lot. See you.